این برنامه با کمک و همکاری مالی مردم ایالات متحده آمریکا از طریق اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID تهیه و نشر می‌گردد. مسئولیت محتوا و نظریات موجود در این برنامه به دوش مؤسسه بین المللی کانترپارت نبوده و منعکس کننده نظریات اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID نیز نمی‌باشد. دیدبان برنامه تلویزیونی که بر چگونگی تامین عدالت، بازسازی، انکشاف و دادخواهی تمرکز دارد. در این برنامه راهی ولایت هرات می شویم. هراتی که گاه رشد فرهنگی و اقتصادیش زبان زد است و گاهی هم حاکمیت سنت های بیجا به ویژه خودسوزی های موجود در این ولایت چشم هر بیننده را می آزارد. ولایت هرات در جنوب غرب کشور واقع شده است. 365 کیلومتر با کشور ایران و 212 کیلومتر با ترکمنستان مرز مشترک دارد. مساحت این ولایت 61256 کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح بحر 900 متر می باشد. دارای 15 ولسوالی است. ولایت هرات همسرحد با ولایت های غور، بادغیس و فراه نیز می باشد. گروه تحقیقی ما با توجه به اهمیت موضوع سمت ولسوالی کهسان این ولایت حرکت می کنند. زیرا گفته می شود در این اواخر مردم این ولسوالی در برابر آنچه خود به عدالتی می خوانند به انزجار رسیدند. ولسوالی کهسان در شرق مرزهای ایران قرار دارد. جمعیت این ولسوالی در سال 2006 بالغ بر 57782 نفر بوده است و ساکنان آن را اقوام تاجیک، پشتون، بلوچ و ترکمن تشکیل می دهد. مرکز این ولسوالی شهر کهسان است. ولسوالی که 116 کیلومتر از شهر هرات فاصله دارد و عموماً بیابانی می باشد. اسلام قلعه یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی بین ایران و افغانستان است که در این ولسوالی موقعیت دارد. رودخانه هریرود از میان این ولسوالی می‌گذرد و فاصله زیادی با مرکز این ولسوالی ندارد. خشکسالی یکی از مشکلات عدیده این ولسوالی می‌باشد که کشاورزی که منبع اصلی درآمد این ولسوالی می‌باشد را با خطر مواجه کرده است. تقریباً 60% زمین‌های کشاورزی سابق دیگر قابل استفاده نمی‌باشند. گفته می‌شود در این ولسوالی شوراهای مردمی جهت کاهش مشکلات مردم ایجاد شده است. و باز هم مردم در گوشه و کنار کشور از وجود گسترده فساد اداری شکایت دارند. در اینجا یک تعداد از نمایندگان مردم گرد هم آمدند و از وجود فساد در ادارات این ولسوالی شکایت دارند. به گفته عده‌ای از این نمایندگان بدون رشوت هیچ کاری در ادارات محلی اینجا قابل قبول نیست. و اون کسی که همین شخص گفته که افغانستان فاسدترین دولت ممکن تر تا سر افغانستان همین فاسدترین دولت باشه و همون فسادی داره جایدان داره برای بدون پول هیچ کار اجرا نمیشه. ما هم تا پسکنده میگم خدا کنم هر کار میکنم برم فساد خواهی تا وجود داره. اگر ما پول ندیم یا پول نگیره کار ما اجراعات نمیشه دیگه. مولم دار که پول بدی کار تجرا میشه که نیده برو بکنی خواهی شده. بسیار شده برای به طور مثال دیگه یعنی ما خو میگه اسیا گندم تر در اسیا پند یک مثال تیر میکنن. حالا اگر ما او تو نکنیم خدینا ما میگن دازی ملامتیم اگر ما نسازیم خدینا اینا به فساد خورده نمیتونه چون که ما میسازیم خدم دیگه اگر تو باز داریم ما خو مجبوریم که کار ما بشه اونا میخورن دیگه. یعنی خو مرم داره خودش ما شخصا ملامتی کار رو میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نام بشیر احمد، یک از حساب عضو شورای همبستگی ولسوالی کهسان مرکز ولسوالی هستم که مشکلات عمومی اینجا که هست
یک ده مشکلات است که دولت هیچ رسانه رسیدگی به تقاضاهای مردم ندارن. مثلا بیشتر طرفدار پولدارا و زورمندا هستن، مثلا برخورد خوب ندارن. اگر پیسه دار نباشی یا زورآور نباشی، کسی به حساب قضایی هم صدای تو نمیشنود. حق کارگرا به گمرک ضایع میشه. یک نفر از 150 روپی افغانی پیدا میکنه، یک نفر از 10000 افغانی روز پیدا میکنه. من شورای هم که شده، یک ده شورای مردمی هم که شده، یک ده هنوز هم چیه؟ اونجا هنوز حکومت به دست دیکتاتورایه، هنوز به حساب اونا زور میگن. اونا که ما رو موضوعات اینجا که هست، مثلا ما اینجا شاروالی داشتیم، قبل از این شاروال فعلی ما شاروال بی سواد داشتیم. 5 سال اینجا یا 6 سال یا 7 سال اینجا شاروال بود. از وقت طالبان به بعد هیچ کسی پرسان نگرد که تو اینجا 10 سال شاروالی چیکار کردی به این منطقه، به محیط چیکار کردی؟ ای گرفت مثلا چند تا زن گرفت، اون چند تا خانه گرفت، چند دفعه به حج رفتن از رو پول ملت. داخل گمرک یک عده کسانی هستن که پول حق ملت رو میگیرن، خودی رفته روی موتر داره به دنبال مثلا مصارف شخصی خمرسن. یک عده کسانی هستن که از بدبختی و بیچارگی میرن به مرز ایران کشته میشن یا موتاد. و دوم از اینکه تمام کسانی که اینجا به می شوراها ما به قریه ما ولسوالی ما بیشتر کسانی که حاکمیت دارن، خود از اینا کلانای موادای مخدرن، سرباندای مواد مخدرن، خود از اینا پخش کننده مواد مخدرن. و دولت مستقیم نفهمه که اینجا مواد فروش کینیه. هیچ عکس عمل در قبال مواد مخدر نداره. اگه مرز ایران هم امروز شلوغه به خاطر از مواد فروشه، اگه این مرز ایران سابق بود ما از اینجا راحت به حساب مرکب می‌رفتیم، به ایران تل می‌آوردن، کسی از ما نمی‌پرسید، به سکل می‌رفتن، کسی از ما نمی‌پرسید. از روزی که قاچاقبارا برفتن اونجا به حساب به مردم تجاوز کردن، سربازای ایران کشتن، حالا کارگر رو هم بگیرم اونا می‌کشن. بیشتر مشکلات رو مسئله دولت خود رسیدگی نمیکنه، طرفدار ظالمه و اعمال همین زمین داره. ما به حساب تحت معوسه که زمین شخصی از این مردمه. حالا دولت به خاطر که اون صاحب آدم پولدار نیه که برای پول بده یا کار خلاص کنه، اون زمین رو دولت به زور از او گرفته. اون از مگه دولتیه؟ اما ما خود ما دکونا به دست خود جور کردیم، به دست خود قایق کرایه به دولت پول زور میده، از ما پول زور میگیره. همین مستقیما همین تو مشکلاتیه که همین زمین به بخش معارف ما سعی میکنه کجا بچه مثلا فلانی خان باشه، او کسی که درس میخونه، او لیاقت مکتب داره، او نمره لایق بودن خور نمیگیره. او به خاطر پول خوش اول نمره، دوم نمره، سوم نمره میشه. به حساب بخش معارف ما کسانی داریم که حتی سواد نداره، به حساب مجلس معلم میایم استاد میشه. حداقل اگه سواد نداره معلم نمیتونم باشم، حداقل میتونم به خانواده بگم برو درم زیاد برو شو مخش نوشته کو نوشته بگو که حداقل اسم خریاد گیره، صنف هفت مره اسم خریاد نمیگیره. ما بخش مثلا مدرسه علوم دینی داریم، ما همینجا هیچ رسیدگی به زیر نشده، جا نداره. مثلا مشکلات خانوادگی ما شما که مشکلات جوانان ما شما از همون طرف که مشکلات پیشکش است. این حقوق نه اسلام هم چه قیمت تعیین کرده، مثلا دختر خود مفروشه مرد که 15 لک 10 لک روپیه، 10 لک روپیه رو یک کارگر به ایران به چند سال باید بره کار کنه یا به افغانستان چند سال باید کار کنه. خب محکمه به واسه از اینکه اینا رو خیلی میدونم و خیلی چیزی نا شکایت نرسیدگی نمیشه، خیلی طولانی میشه شکایت که میکنم، زود به چی ارز نرسیدگی کرده نمیشه. با امو واسطه بیشتر از طریق جرگه ها حل پسر میشه. مشکل بیشتر نا خود شما که میفهمده که یا مثلا مسئله رشوه و بوده و یا مثلا طرف بینی هم هر که طرف خود خور میبینه، منطقه زیاد چیز نمی کنم، عادلانه مسئله کسی پیش نمی بره. مردم زیادتر نبن مشکلی که گیر میکنم تا گیر مانده هستم دیگه، 3 سال 4 سال آخر بیخیال میشم از این آخر مجبور یا ردر یله دم دیگه یا یله میدم دیگه رد چیز مشکل اشتا یک حلم بشه به دل دیل یله میشه. مثلا یک مورد ما دارم، یک ازمی همسایه ها ما، خوب اینا زمین خریده بودن 4-5 سال پیش، از یک زمین به خریده بودم امی کس بعد از 4 سال یک نفر وقت ما شفه ام زمین بودن تو چرا زمین به خریدی؟ خوی مسلمان هم گفته خوی زمین که من خریدم، خب تو به کجی بودی؟ تو هم همسایه ام زمین دار بودی، امروز به کجی بودی؟ می آمدی می گفتی که من شفه ام اصلا زمین نمی خریدم، زمین رو دادم برای تو. من اصلا خور آگاه نکردی بودم، من خبر نداشتم. حالا که من خبر شدم بعد از 4 سال تو به امو نخره که زمین رو بخریدی به امو 4 سال پیش، به امو نخره امو زمین رو بده برای معبده. هفته 2 بار، هفته 3 بار، هفته 4 بار امتا اینا رو دیگه صبحشون رو کش میکنم محکمه. محکمه میگه یا 10000 پول امتا مفت مجانی به زی طرف خوبه دیگه امی که شرف زمینم.
10000 پول بده که ایرسو بشم تو سرگردون نکنه محکمه. یا مقناسی زمینه تقریبا نیم جریب میشه مقناسی زمین. یا مقناسی زمینه ایم تا مفت مجانی بده برازی که از این شفیق خود دست بردارم. اون مسلمون هم گرنی من 10000 پول دارم بودم نیم از زمین خوب بزی نخر. که من 4 سال پیش من طلا فروخته بودم زمین خریدم. حالا من 4 سال پیش طلا خو فروخته بودم. همون پول بره من مثلا اون وقت فروخته بودم من نیم سر طلا فروخته بودم. بعد که زمین خریدم. حالا شاید همون پول من مثلا 20 گرم طلا نشه. 10 گرم طلا نشه. خب من اشته قانون نشته چی یک من حالا برو من زمین رو به نخر 4 سال پیش بزی بودم. کدو جنس مثلا کدو چی به امو بیبه ها خو بمونده بزی 4 سال که زمین مونده باشه. خب مگه پس 10000 پول بری بده که از این چیز بخیال شد. ای هم گفته بوده پول زورم اصلا نمیدم. مگه نمیدی هم انا دایم دیگه ای تو رو امتحار میکنم. پول محصل رمت تو مگر تو بده. مگه هر کس محصل برد من رو میکنم پول محصل رمت خودی بده. خب کجا از این که حق وقت دارم زد کجا ای مثلا کار قانون شریعت اسلام که نم چه کار رای بکنم. قاضی هم دیگه این مشکلات هایی که ما دیدیم که دل دل محل نکرده همی حقان سایه هایی که بزنا مراجعه کردم چندان رضایت زنا نداره. خدا همینا پول خورن دیگه. ما از برج جوزای پارس سال 1391 به دفتر UNDP کار میکنم به سنتر مساعدت های حقوقی. خب طول اگه 10 ماه شده 11 ماه شده ما کار میکنیم. ما 4 تا رضاکاریم 1 رئیس داریم. خب رضاکار معاش که نداریم درست اینا قرار گذاشتن خودم که برج 2500 پول ترانسپورت و 300 هم کردیت کارت برای ما بدن که ما کار خوب پیش میبریم. خب ما خارجای داره دیگه ما کمپاین بدم مثلا خودم مراجعین خود در تماسیم چی ای هم ما مصرف هم بکردیم. اینا اصلا دیدم 2 ماه شد 3 ماه شد اینا اصلا نخر پیاز کس از ما نپرسه یاد بنیاد نکردم اصلا نیامدن ازم کار ما دید باز دیده نکردم. خب ما ازم 2 ماه 3 ماه بعد از او کار دیگه سر صدا ما بالا یاد دیگه چی میکنیم. خب میگم چی رقم همه قرار که خود ما گذاشتیم این پولی که برای ما قول دادیم همه بعد بده نمیگم مده نمیگم نمده نه مثلا ایراد کار ما دیگه یک دلیل که باید بره ندادن از این پول ما داشته باشن یا مثلا کار شما ایراد داره یا فعالیت شما خوب نبوده یا چی. اصلا هم تا که رفتن برفتن دیگه تا روز امرو کسی نپرسیده که شما چی رقم کار کردن شما چیز حق ما اصلا یاد نکردن کم حق ما بدن. خب این بخش حساب دهی دولت ها دولت بزی موضوع باید رسیدگی کنه. شدن میشو عمل عملی نمیشه ایز کار محکمه خو هسته ایتو محکمه هست که درست هم شعبه خدا را به هفته جول اگر بیای به دفتر کن ممکنه بیاید اما عمل کار وجود نداره ها هست داره نظرم خود به شخصا خود ما آدم ما اصلا دیدشتیم که بیاوردیم به پیش گازی صاحب ببریم گازی صاحب گفت تک ساعت دوی شما بیاییم و ساعت دوی بیاییم مشکل شما رفت کنیم برای گازی صاحب با اتاق خواهی شد ساعت دوی ما برفتیم گفتیم گازی صاحب ما قانون جو هم به مشکل ما رفت کنیم مشکل ما اصلا دیم ارباقونش و خصوص جو کنیم که دستی باشیم به نظر دولت ساعت دوی برفتیم گازی صاحب گفتم خوبه قاضی صاحب از خواب بیدار کردیم گفت بریم گفتیم شما چه کار داری میگی به ساعت دو ما از خواب بیدار میکنیم قاضی صاحب خود شما گفتی که به ساعت دو بیا ما مشکل شما رفت میکنیم ما رای بعد زد در دولسپیل هم از این خود ما رو بدر کنم خواه ایتو قیجا هست رو داخل کنم. بسم الله الرحمن الرحیم نام غلام محمد عضو شورای قزاقستان. اما مشکلاتی که ما داشتیم که یک نفر رو داخل قریه ما کشته شد بور یوردیم اینجا نفر رو گرفتیم یوردیم بولسواری از طریق قاضی صاحب اینا 6 ماه کام شد و بعدم رها شد. در کدام منطقه بود؟ در منطقه قزاقستان بود. کار ازی به سر یک ایسا کنن که دو نفر چی کرده بود گسپنده های دیشتم اینا تی زمین ها بود با گسپنده های بدر که بازی رشته بود نایه های دیشی بود نایه های دیشی بود خراب کرده بود. بعد هم باز اینا ایسا کنن که با دگه نفر از اونا دنبالتر هم بودی بازی رفته بود اونجوگا باز خدای اونا جنگ کرد و تفنگ بردم و انا با اصنایه که اینا پس می آمدن باز اون نفر بجون ازی ماسک خدای ازی دوباره دعوا کنه یه بابا تفنگ زدی رو چی کرد پشته شد. خب بوده بودم پولیسوری و مثال اینجا هم که بررسی نشد مدت 6 ماه چی شد بعد از 6 ماه یلک کردم. نه
او امو صاحب زمین بود. قاتل قصاص نشد. قاتل هم از اون مردم خود مرد. اسمی بگم اسمی. این از زورمندا بود. نه زورمندم نبود. عبدالباقی نام داشت. پول دیش مثال پول داد خود خلاص کردی. قضیه بهمی اولسوری پیگیری شد. اما از اون طرف همین محکمه یک نفر نازمی که یلا شد، یک نفر دیگه نام از ایراد یلا شد، دو نفر بودم هر تو راه شد دیگه. حتما فساد اداری بود دیگه، چون قوضی مسلکی نبود که مثال فساد اداری شد او یلا کرد. مجرمینی که چنگال قانون میفته، خب بعضی مشکلات های هم هست، مشکلات قومی، مشکلات پلیسی، مشکلات منطقوی، من این رد نمی کنم. متاسفانه بعضی مجرمین چنگال قانون میفته، بعضی بزرگای ما گیلر از بزرگای خود داریم که بعضی مجرمین، از مجرمین نباید هیچ کس دفاع بکنه. بعضی روی یک سلسله مشکلات قومی یا منطقوی که دارن میرن به یا خدمت جناب ولی صاحب میرم یا قمندان صاحب امنیه میرم، اونم یا تعهدی از اینا میگیرن که دیگه باید این کار به منطقه صورت نگیره. هست بعضی مشکلاتی هست، متعهد میکنم، لیکن به او پیمانه نیه که کسی مجرم دستگیر میشه و او در بدل چیزی رهاشه. این گپ اصلا وجود نداره. از این نیمه به شما اطمینان. روی یک مسائل قضایی خود ما همینجای برای ما رخ داد. از حساب یک از فامیلا ما بود، یک زن خدا یک بچه به حساب اینا چی شدن، خدم جور آمدن رفتن. زن به حساب متعهل بود، بچه مجرد بود. خودمون جز قوم همون طرف زن که بود اینجا ولسوال بود، مردمان بی سواد اینجا ولسوال بودن، رو مسائل پولی خریداری کرده بود، چاکیر اینجا ولسوال بود. هشدار دادن که اگه بچه مثلا یک شکل جرنه بچه را ما میکشیم و زور داریم، دولت داریم. خب بعد از سارنوال به دفاع از ولسوال و از قوم ولسوال به حساب گرفت زنه را به حساب همون پرونده، مجنون گرفت که دیوانه، به حساب بی خبر آمده دو تا دختر ناحق به حساب تاون به روی دخترهای بس 10-12 ساله رو روی تاون دادن، برای از او طرف فردشتن ببردن. با حساب همونجه که علما من بود، ریستفیدان من بود، خلاصه اینا زوراور بودن، مجبور بود مردم ما در قبال از اینا سکوت کنن و سکوت هم روز بروز ظالمر ظالمتر میکنن. جریان از این صحبت از فشال، اگه جریان اگه زمین بود وسط شخص به نام امان و عبدالقدوس علمی جریان تقریبا سواد زیبی حتی 10 سال طول کشیدی، فهمیدین؟ پیشتر از 10 سال، 3 دوره از زمان او حکومت مجاهدین بود، او که گذشت باز طالب هم بود، زمان طالب هم بود، حتی تا 3 سال هم همی دولت هم بود. امازی پیشتر دیگه چی خود چی خواست بید به حساب 3 دولت رفت، 3 رژیم رفت، تغییر تحولات هم باز هم موجودی نبود، تا از آخر باز فیصله شد، فیصله بحق شد. و بعد از اینکه از اینا پول گرفتن از هر دو طرف، کسی بود منیجگری میکرد هم از این طرف میگرفت هم از این طرف پول را خواهی که میشن کار دارن وسط از اینا خمیده. نه حالی میگو نه هر دو تا هم از این بر مخواد، هم از این بر پول مثلا قاضی و سارنوال اینا مخواد. یک جریان دیگه به شما بگم، تقریبا یک سال یا 2 سال پیش بود، یک سال پیش در قدوس آباد اختطاف صورت گرفت توسط برادرزاده حاج محمد مدیزه ای که یک فعلا خورد مسران قوم داره، فهمیدیم حرف اول هم تیم منطقه تیم مرز مزنه انو اختطاف حتی 2 تا طفل که انو طفلا بچه حاجی اصل نوزهی بیدن، انو رو طفلا بگرفت به داخل چا بود که حتی اون طفلا داخل میشه فرار کردن، برفتم حتی امنیت ملی نور امتو مستقیم و رزار بگرفت با اسم چا اونا عکس برداری کردن، طفلا شهادت دادم، همه برنامه چی شد. خلاصه برای از این محکمه 16 سال حبس کرد، منطقه بزیم 16 سال حتی 16 روز هم طول نکشید، فهمیدن؟ باید طول نکشید، به 16 روز خلاص شد، به 16 روز خلاص شد. اما کسی که این اختاق کرده ما از این منطقه؟ بله بله، از این منطقه، این قضی صحبت هم راه شد، راه شده بله. اما اگه آدم غریبی اگه باشم مثلا چی حداقل حداقل 20 سال روی هست بودم، منطقه ای به خاطر پول داشت، زورگو بود، زورمند بود، اختطاف همینار میکنم، آدم غریب اختطاف نه، فقط غیر از اینکه آدم غریب ها بازیچه دست اینا قرار میگیره، یک مبلغ خیلی کمه، یک معتاده مثلا شاید به 10,000 یا 15,000 به روز پول بدم و رجیر بکنم، منتها پول اصلی علمی اختطاف یا قاچاق و مواد مخدر که از علمی مثلا این زورگوان میکنم، یا مثلا اون بابایی که آدم غریب از این ری میکنم مثلا انو توبره یا تریاک یا کرسال به کف تازی میکنم،
و یک مبلغ خیلی انگفته با 15000 و 20000 افغانی برم داخل مرز ایران او کشته میشه، او خود مجبوره به خاطر مثلا بیکاری به خاطر فقر او به کشته بشه، انمو منافع حضور انمو جیبرمو مافی مواد مقدر مخالفت حال دولت صدها نفر هزارها نفر کشته شدن تا حال دولت پیگیری نشد که آیا این مثلا از کی بود از کی بود چی کار میشد کشته شد کشته نشد. ببینید قانون کو روز یک سال میشه که ملت ما به شما هم یکی باشه، اول فتنه قانون با بعضی قانون هست با بعضی نیست. گفتم که قانون بر کل مردم برای می جامعه در مدت مولسکاری ما در یافم خبر نداریم به این قانون تدبیر یکسر به عموم خاص نمیشه. هر کس از خود جای داره، آدم سرمایه‌دار جای داره، آدم غریب جای داره، آدم غریب بوده و آدم سرمایه‌دار دولت ما به شما بود دولت سرمایه‌داری دولت سطفم سالوری دیگه ایز کرده. امروز شما فکر میکنیم ما شما که نوی هر کس امروز همی خود پرسه میکنم برای چونکی میگردم برای به عدب شخصی میگردم، اگر نگردم امروز ما وکیلوی داریم سه کنیم چی رقمه وزیرهایی که ما به شما داریم، یعنی جای ننگ با مرد ما به شما برای ملت افغانستان برای وکیلوی که امروز با کالا ما ششته رای مردم رو میگیرم اونجا با میرم. همین روزی که رای بدی بودی خوب در صورت همین روزی که رای نبیدی بودی من اونجا با کنیم میرم همون اینا این خوب چیز بازیه که بعد خود پایتخت بگیر تا به این جهنمی تو گلدور و گلدور بازی. قضایی هایی که زورمندان مداخله میکنند در قضا محکمه یعنی؟ خود چرا نکنه؟ دولت که پول تاولاشو بفهم که مداخله میکنه کار خروب کار میچنه کار یکن دندو مغلی بیچاره رو بشه. امروز یک نفره که خانه سرمایه داره پول داره 40 تا محافظ خدینه 10 تا موتر هم درک کنینه اون کی میتونه کار رو تدیب نکنه؟ امروز ما امروز به ریاست برق ما مال نفرهای داریم که پول برق به دولک سلک رسیده حضور کنترل قد نمکنم بعد غیری هایی که میای کنترل کسی قد میکنه که 2000 یا 3000 پول خور برق رو تحویل نکرده او خب باش بیالله خیل پول برق رو تحویل نمیگره این بدبخت میتونه آن دیروز ما دیگه برق رو با چند دار قد کرده که ما رو بشیم که 2000 به 3000 پول برقش کی با نفع کار نمیکنه؟ هر کس به نفع کار نکنه بعد بسیار دورمندو به نفع خود کار نکنه کار نکنه گفتم امرو ده تا ترکتور تاریخ پویده شده چلی نان بذار که مردم برای که چاویت کنه خدید سه سال میشه ترکتور تیم بارش پر تیر به هیچ کس هم نمید نه دیگه مردم رو بنه حال موزیوم تو ناپیسلا هست اصلا پرسان نکردن قضیه چی رقم نشه چی رقم نمشه تا حالی هم فکر کنم محمود تسکره اون آدم به تی چی مطمئن پرتو باشه خب یک چیز خود داریم دیگه همین که نمی بینیم که همین تو کارهای ماشه مثال اینا قضاوت نمیشه دیگه قضیه به همین شوره ها خود خوب هم داخل غیری حل میکنیم مثال اینجا قضیه های کلات و کور و دستشکستگی و پاشکستگی میشه میه و محکمه و سارندولی میه اینا با درستی حل نمیشه اگه با درستی حل نشه و به نفع اون زورمندا یا پولدارا شده پولدارا تمام میشه بله مردم چی کار میکنه؟ مردم هیچ چی مرا به خانه خود میشینن اون مثل که ما به خانه خود بیشیشتیم دیگه کار دست ما نشد بیشیشتیم میکنیم این چیز واضحه که محکمه مثال که قضایه درست نمیشه و به نفع زورمنده تمام میشه مردم کم پول و بیوزاعت مرا به خانه خود میشینن دیگه دیگه کار دست اینا نمیشه دیگه علت از اینور همه کارهای باید که کار به حال کار سپرده نشده خویزی مسلکی نیه، سارنرول مسلکی نیه، همه یه دونه مسلکی نیست. اگر اینا مسلکی باشه کارهای مردم به درستی انجام میگیره این که مسلکی نیست هم اینا کارها خراب میشه خانه میگه انا میتوگه اگر خوب باشه خود چرا امی کارها باشه دیگه کارتون اصلا گفتم برای شما خود مسلکی نیست اگر مسلکی باشه باش به همه یکسان باشه روی ازی دیگه انا میده که مثال باش کارمند مسلکی باشه نظارتگر باشه فساد دارم نیم مسلکی پیگر چه بر بسیاری هم پیگر دولت دارم تو بگر قضاییت خوندم هیچ کدوم از این را قضاییت نخوندم قضا را خوندن مسلکی هستن من با دولت پیگیری نمونم رشوت خودی زیاد فساد زیاد فهمیدیم دولت نظارت دارم قانون درست تدبیر نمیشه
بله خانم قیدیه ما شش ماه بین خود بعد از شش ماه را بعد تمام کنید و میگو با مدشه را مورد کاغذ باشه تیم حکمه که بعد از ده سال بیشتر سال فیصله نشده علت اینه که مثال اهل کار نگم بینید علت اینه که مثلا همون یا همون قاضی یا همون سارنگال این موضوع به کشال مندازه فهمید یا نه تا بتان از هر دو طرف از هر دو جرا چیز پول عقص کنه اگر به منافع مثلا او تمام شد که خوب اگر نشد دیگه باز این مشکلات هایی که هم روی همین موضوع به منطقه ما هست جوان های هیچ اهمیت ندارن همال همون سعی میکنم میگه کلان قوم باید باشه یا از فلانی طایفه فلانی خان باشه کسی به حساب لیاقت نیه کار به علی سپرده نیه دنبال مثلا خوبی کس نمیره آدم خوب برم کسی لازم نمیبینه حتی آدم هایی که اینجا هستن اکثر کسانی هستن که به حساب طرف بینی میکنن سعی میکنم که حقیقت رو نمیگم به خاطر از اینکه مرتکب امروز شاید قدرت داشته باشه از قدرت از بیتن یا رو محافظه‌کاری خود چیزی مگه صبح هم سایه مونه این مشکلات هایی که ما دیگه گفتنی ندارم این که مقامات محلی این والسوالی در این باره چه گفتنی دارند از والسوال کهسان جویای پاسخ میشویم طبعا از قضا اکثریت مردم ناراض هستن و شاکی هستن که من این حرف از این مردم تایید نمیکنم قضای ما رئیس محکمه بسیار یک شخص خوبه یک شخص پاکه یک شخص مجاهده واقعا کار میکنه خوب یقیدی که حتما او مجرمه و میره به قضا میره و قضا او یا جریمه نقدی میکنه یا محکوم میکنه به حبس خب طبعا اینا ناراض هستن دیگه نمیشه که اونا هم راضی باشن لیکن قضای ما از قضای خود راضی هستیم واقعا شبانه روزی کار میکنن و کار سهی درست میکنن رای جلوگیری اینه که این اولا که باید از خود جای خود پایتخت که میشه بیمه جلوگیری شم خوش خود کم کم ممکن شدم گم شد شاید هم از افغانستان گم نشد رای جلوگیری از این دیگه باید تا اندازه مردم یک کم بزی قضی ها تو خیلی مثلا رشوه پای رشوه و اینون که به میانه نباید زیاد تن به قضا بدن چون خود شما دیگه میفهمید که کس که رشوه میده و کس که رشوه میخوره او هر دو تا یک جرم داره مثلا از پیش خداوند هر دو تا از اونا گناهکاره خب بعد این چیز مردم خیلی مثلا کار نکنن به اصل پول کار خوب پیش ببرن یک طریق مردم ولی دولت هم باید بزی کارا رسیدگی کنه این مامورین که مثلا سرکار میگذاره اولا مسلکی باشه دو منم کار به اهل کار بسپرن سو منم خب مامورین خوره تا اندازه که متانم اونا رو واقف کنن که مردم ما دیگه خسر دسترس نداره از هزار یک نداره که بتانه کار خوب به وسیله پول پیش ببرن ما از دولت هم تقاضا داریم که به مامورین خوب همچنین صلاحیت ندن که او بره از خلق خدای بخاطر یک امضای نهاد یک امضا مایم بگیرم یا مثلا یک امر مایم بگیرم 20,000 30,000 پول طلب میکنم خب او از کجا داشته باشه او فردی که بزنها مراجعه بکنه که پول رو بده بره اینا. مسئولین دولتی نیز وجود فساد را در این ادارات رد نمی کنند اما از مبارزه شدید علیه این پدیده سخن می گویند اما با وجود این همه کارکردهای دولت و نهادهای مبارزه با فساد اداری در طول چندین سال باز هم در ادارات دولتی فساد وجود دارد اینکه چه زمانی همه مشکلات یاد شده از طرف دولت و مردم حل خواهد شد سوال است که زمان پاسخ آن را خواهد داد این برنامه با کمک و همکاری مالی مردم ایالات متحده آمریکا از طریق اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID تهیه و نشر کردید. مسئولیت محتوا و نظریات موجود در این برنامه به دوش مؤسسه بین المللی کانترپارت نبوده و منعکس کننده نظریات اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID نمی باشد.